سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ زه زمریالی عباسین یم هغه ډول چې افغانستان له تر ټولو حساس تاریخ پړاو تیریږي او د خپل معاصر تاریخ هغه پړاو یو ځل بیا تجربه کوي چې په تیر تاریخ کې هم ځینې بیلګې موجودې وې حالت ورته دی ډلې ټپلې یوازې دومره شو چې انشعابي ډلې د هغو ډلو ترمنځ راپیدا شو چې په 1980 او نوي کلونو کې وې دا ډلې په څو اړخونو ویشل شوي دي نظریات وړاندې کوي د مقاومت جګړې کورنۍ جګړې او دغه راز د طالبانو د احتمالي نظامي فشارونو لپاره هم آمادګي نیول کېږي ځینې وایي چې دا ډلې ټپلې هم تر سپاګمو مسله شوي دي وسلوالي شوي دي او دې ته آمادګي شته ده که چېرته جګړه کېږي نو په هره سیمه هر لوري او هر سمت کې ډلې او ټپلې واوسي او بیا هماغه حالت واوسي لکه 1990 کلونو کې چې وي بل اړخ کې بیا د فرصت په توګه که څه هم وخت کم پاتې کېږي د دوحې توافق پر عملي کېدو طالبان ډېر ټینګار کوي د جو بایډن هغه څرګندونو ته چې د می په لومړۍ د دې توافق له مخې د بارني ځواکونو وتل شونې نه دي تخنیکي اړخونه لري چې باید په پام کې ونیول شي احتمالا ځینې په دې باور دي چې بایډن وایي نومبر کې به ووځي یعنې شاوخوا 15 میاشتې نور وخت په دې برخه کې اړتیا لري ځینې حتی بیا وایي چې 2020 کال هم په مذاکراتو مصالحاتو او دغه راز دغه هڅو باندې تیریږي چې له 2013 کال راهیسې په لومړي ګام کې د امریکا او طالبان لخوا پیل شوې بیا وروسته په ټکني او منجمدو او بیرته پرانیستدونکو ډولونو باندې د افغانانو ترمنځ هم وشي د سیمې هیوادونو هم ناستې وکړې کله پکې طالبان او دولت استازي وو کله پکې سیاسیونه او طالبان او کله بیا هېڅ طالبان یا دولتي استازي نه وو خو ناستې شوې وې او روانې دي اوس یو څه بدلون ښکاري د مسکو ناسته کې تقریبا ټول اړخونه ورپسې دا دی اوس ترکیه کې د یوې ناستې لپاره آمادګي نیول کېږي تاسې خبر یاست د اپریل نیمایي کې چې تاریخ یې تر اوسه مشخص نه دی دا ناسته به وشي د افغانستان د سولې نقشې د عملي کولو لپاره دا ډېره مهمه ناسته بلل کېږي ځکه وخت کم پاتې او که دا هر څه باد ته سپارل کېږي احتمالا ناکامېږي نو د کور دننه ایشیدونکی او جوشیدونکی حالت به رښتیا هم یو خطرناکه کورنۍ جګړه رامنځته نه کړي په دې هکله تم کېږو بحثونه به ولرو په دوو بودونو کې په لومړي سر کې تاسو ته رپورټ د افغانستان د جګړې د پای او سیاسي حل لپاره د ترکیې په استانبول کې جوړیدونکې غونډې ته هیلې ډېرې دي د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي چې په څو اونیو کې به د استانبول په غونډه کې د افغانستان برخلیک روښانه شي دی وایي چې افغان دولت په غونډه کې د ګډون لپاره په سلا مشورو بوخت دی همونطوری که شما میگین مردم از یک طرف شاید نگرانی ها دارن که به جا هم هست مسئله سرنوشت افغانستان است که رقم میخوره انشالله در هفته ها و ماه های آینده و به طرف صلح افغانستان و کشور ما بره از طرف دیگه مردم امیدوار هم هستند ویل کیږي چې د استانبول په غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په نوي کړنلاره خبرې وشي عبدالله وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني طرحه به هم د استانبول غونډې ته وړاندې کړي او که طالبان یې ومني افغان دولت تیار ده چې په بیړه ولسمشرۍ ټاکنې وکړي یوه لاره دا ده چې د واک د ویش پر سر د یوې مودې لپاره هوکړه وشي او وروسته بیا ټاکنو ته لاړ شو او پرېکړه وکړو او له بلې خوا د ولسمشر له لورې دا وړاندیز هم شته چې په مستقیم ډول ټاکنو ته ولاړ شو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکیې ته تللی چې د استانبول غونډې د تیاریو لپاره له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد غواړي افغان دولت او طالبان وهڅوي چې د استانبول په غونډه کې په سیاسي جوړښت اوربان او تلپاتې سوله هوکړه وکړي د افغان میرمنو شبکه وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري او مدني حقونو د خوندیتوب ضمانت وکړي د نړیواله ټولنې نه چې د افغانستان د خلکو د بشري حقونو ښځو حقونو او لاسته راوړنې د بیان آزادي رسنیز خپلواکي خوندی و ساتل شي د هغې نه ضمانت غواړو تر اوسه د استانبول د غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې خو ویل کېږي چې د اپریل په وروستیو کې به جوړه شي دې غونډې ته د سیمې د هیوادونو استازي بلل شوي او مدیریت به یې د ملګرو ملتونو په غاړه وي د سولې په لومړۍ برخه کې بابا سولرو د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې غړي
ډاکټر زبیح الله مجددی سره دوی په عین حالت کې د افغانستان د یو مهم جریان مشري هم پر غاړه لري او دا شی ورسره سر پر لیکه ده. مجددی صاحب ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منلې ده. اندېښنې هم شته، تاسو ته معلومه ده، شما بهتر میدانین. هم نگرانی ها وجود داره آقای مجددی و هم فرصت ها اندکتر و کمتر به نظر میرسه. از سوی هم زمان بیشتر باورهایی نست در دست افغان ها باقی نمانده، قوای خارجی زمزمه خروج داره ادامه میدن و همچنان تناقضات هم در بین کشورهای عضو نیتو اروپا و در درون ساختار سیاسی ایالات متحده امریکا حتی دیده میشه و محسوس است. حالا چه میبینین شما در این میان؟ ما یک نشست داریم در ترکیه حدودا دو نیم هفته بعد یا دو هفته بعد که آقای خلیزاد اونجاست که تا آمادگی ها نهایی شود. اگه این فرصت هست به چه شکلی است؟ اگر مشکلات در پای خواهد داشت از دید شما کدام ها خواهند بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم به همه، به شما و همه کارمندان محترم تلویزیون شما و به همه بیننده های محترم و هموطنان گرامی ما. البته این رو باید ما بدانیم که این پروسی که هست، چی پروسی دبی که برای افتاد، یک امیدواری بر افغان ها بود که بین افغانی مذاکرات شروع شد در دوحه، ببخشید دبی نه، در قطر در دوحه، و هم این مذاکرات یا مجلسی که در مسکو صورت گرفت و مجلسی که پیش روی خود داریم در استانبول، در اینجا ابتکار عمل از افغان ها نبوده با کمال تأسف. ولی به هر صورت ما از هر موقع و هر فرصتی که از برسال باید استفاده کنیم. ملت افغانستان زجر کافی دیده، مشکلات به همه معلوم است، مشکلات امنی ها، کشت و کشتار ها، جنگ ها، جوان های ما شهید میشن، چی از قوای امنیتی، چی از مردم اهالی بیگناه، و وضع اقتصادی، بیکاری، همگی افغانستان به حالت آورده که به یک بحران مواجه ساخته. به این خاطر ما از هر فرصتی که برسال باشه ما از استقبال میکنیم. در این جریان بیشتر معلوم میشه که بیشتر امریکا چی را براه انداخته، بازم ما استقبال میکنیم این پروسه را، و کشورهای هم امریکا توانسته که با دیپلماسی آقای بایدن که نمایندهشان آقای خلیزاد کار میکنه، اکثر کشورها را هم با خود ممکن هم نظر ساخته باشند، کشورهایی که در مسائل جیوپولیتیک افغانستان بسیار علاقمند هستند، بسیار به افغانستان چشم دارند از نگاه های مختلف، اینا را هم به هم تاریخ دور هم جمع کنند. به این خاطر ما نسبتا از استقبال میکنیم، ولی خوب است که در مجلس پیشروی استانبول افغان ها خودشان دولت افغانستان شورای عالی مصالحه یک طرح خود داشته باشند، طرح مشخص در اون صورت. و طرف دیگر موضوع ما از در اونجا اگر مسائل قرار است به نتیجه برسه، که در اونجا خود افغان ها در اونجا نتیجه را و توافق بین خود حاصل کنن، که البته شانس زیاد نیست. و از طرف دیگر در مجلس استانبول که قدر سرنوشت ساز نظر مردم و نظر علاقمندی جهان و چیزهایی که ما میشنیم سرنوشت ساز تشخیص میشه، در اینجا افغان ها باید نمایندگی بسیار وسیع از اقشار مختلف افغانستان، از شخصیت های قومی، دینی، روحانی، سیاسی، یک نمایندگی خوب وجود داشته باشه. ضرور نیست تعداد بسیار بزرگ باشه، ولی نمایندگی خوب وجود داشته باشه تا افغان ها خودشان تصمیم خود را اونجا گرفته بتانن. حالا فکر میکنین آقای مجددی که واقعا نشست استانبول سرنوشت ساز است؟ یعنی همونطور به نمایش گذاشته میشه که سرنوشت ساز است از نظر امریکا که میخوان قوای خود را خارج کنن و اگر تمدید هم کنن تمدید بسیار موقتی خواهد بود. یکی از دو کار امکان دارد اونجا، یکی ای که مثل مجلس بنواری یک رهبری دولت و یک حکومت مشارکت بین این طرف و طرف طالبا ایجاد شود، یک احتمال ضعیف است. دیگه یه که اگر اون نشه اقلا یک زمینه مذاکره و گفتگوی بیشتر بین افغان ها، زمینه ایجاد اعتماد بین افغان ها و تعهد کشورهای زی داخل به ای که صلح افغانستان آل یک چیز بسیار مهم میدانن و او تا حد ممکن معتقد شده باشن. آقای مجددی شما گفتین که برای به نظر مردم افغانستان و آنچنانی که بازتاب داده میشه نشست ترکیه سرنوشت ساز خواهد بود، ولی دیدگاه شخصی شما چیست؟ واقعاً شما با این باور هستین که سرنوشت افغانستان را روشن خواهد کرد این نشست؟
ما دیدگاه ما و آرزوی ما جبهه ملی نجات افغانستان و رهبری و مردمی که ما منا و نگاه با ما میبینن و امید دارن که ما از نمایندگی خوب بکنیم و چه از نظر از اینکه در حیات رهبری شورای عالی مصالحه ما عضو هستم، دیدگاه ما ای است که این مذاکرات دوحه دوام پیدا کنه به یک شکل مؤثرتر با نمایندگی بهتر از طرف دولت و با وحدت نظر از طرف سیاسیون افغانستان کشور از طرف یک طرف که هستن، اینها در دوحه مذاکرات دوام پیدا کنه و مجلس استانبول مجلس باشه که زمینه تفاهم بیشتر و بهتر بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان ایجاد کنه و تعهد را از طرف کشورهای زیدخ و کشورهای دوست که اینا هر فیصلی را که افغان ها میکنند با پی از او استاد شوند از او حمایت کنند. قبلا در صحبت‌های خود گفتین که شورای عالی مصالحه که شما نیز عضویت کمیته رهبری آن را بر دوش دارید، آیا واقعا طرحی ندارن؟ شما گفتین که یک طرح باید داشته باشه، ولی ما هیچ چیز من حیث طرح شورای عالی مصالحه برای پروسه صلح افغانستان در اختیار نداریم و چیزی هم نشنیدیم. شما قبلا فرمایشات دکتر سید جناب دکتر عبدالله را نشر کردین که اونا تنها از طرحی که جهات مقابل جمهور دارن حرف زدن و تاسف است. شورای مصالحه باید طرحی می داشت و طرح در هماهنگی با رهبری دولت با ارگ طرحی موجود می بود مشترک که ارائه می شد. فعلا تنها طرحی که فکر می کنم که روی میز قرار داره طرحی است که آقای خلیزاد پیش کرده که در اون شورای مصالحه از اعضای هیئت رهبری نظریات خواستن و نظریات ارائه شده. تا چه حد نظریات در او طرح تعدیلات آمده بود ما به نتیجهش مطلع نیستیم، ولی خوب بود که طرح مشترک یک طرح واحد از طرف دولت افغانستان آماده می بود که شورای عالی مصالحه او را ارائه می کرد. ولی ابتکار ما همیشه باید به دست داشته باشیم، ولی همیشه ابتکار ما از دست میاد متاسفانه. حالا با در نظر داشت صحبت های شما و طوری که نقشه آقای خلیلزاد و خاکه یا مسوده پروسه صلح افغانستان نظام یا دولت جدید افغانستان تحت عنوان حکومت انتقالی صلح در راست و طوری که نشست ها دیده میشه کشورهایی که در آن سهم مهم داره، بسیاری ها به این باور است که همون نقشه آقای خلیلزاد در حال عملی شدن است. ولی آقای غنی که سخنگویان و مشاورینشان رسما گفتن ما یک طرح داریم که دو طرح انتخابات زود هنگام و مسائل دیگر به گفته بسیاری ها جا داده شدن و این کارت خواهد بود، این طرح به گفته ایشان که در نشست استانبول به نحوی از آن استفاده خواهند کرد، در حالی که هنوز هیئت ارگ ریاست جمهوری مشخص نیست کیها خواهد بود در این نشست شرکت بکنن. از این شما در کل اگر مسائل که لیک شده و بعضی از مقامات ارگ ریاست جمهوری گفتن و طرح در کل آقای از طرف آقای غنی و طرح آقای خلیلزاد کدامش بهتر است؟ کدامش میتونه راهگشای پروسه صلح افغانستان باشه تا باشه یک مصالحه به وجود بیاد، یک توافق سیاسی شکل بگیره؟ خب طرح آقای خلیلزاد ما مفصل دیدیم و مطالعه کردیم و نظر هم دو دادیم، گرچه خوب بودی طرح خود افغان ها می بود. از طرف ارگ طرح را ما ندیدیم جز اظهارات رئیس جمهور که به انتخابات پیش از وقت اونا قانع هستن و حاضر هستن که انتخابات زود هنگام صورت بگیره. دیگه محتویات طرحشان ما نداریم. در طرح آقای خلیلزاد در بخش اول نظر ارزش ها نقاط خوبی گنجانیده شده و طرح ارگ ما البته نداریم پیش خود. چیزی که ما سر زور فشار زیاد داریم، یعنی از نظر ما پیش ما اهمیت داره، ایست که هر طرحی که باشه قانونی اساسی افغانستان یا قانونی بسیار خوبی است که این بحث یک اساس گذاشته شده و علمای دو طرف روی ازی بحث کنن. اگر تعدیلات دهی لازم دیده میشه تعدیل شده، ولی از بین نره و تبدیل نشه این مسئله است. مسئله آتش بست است که آتش بست به هر تحبه که است باید هر چیز زود صورت بگیرن و افغان ها بین خود به توافقی برسن و مجلس استانبول در حالی که یک مجلس خوب و مفید خواهد بود راگوشای نزدیک شدن نظریات دو طرف متخاصم جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باشه که در دوها مذاکرات دوباره تداوم پیدا کنه به نتیجه برسن. خود افغان ها مسئله بین خود حل کنه.
شما یک مسئله دیگر هم من حیث یک احتمال ضعیف اشاره داشتین که گویا در نشست ترکیه احتمال ضعیف در این مورد وجود داره که اونجا یک بار دیگر ما برگردیم در آغاز 2002 زمانی که در افغانستان نظام جدید شکل می گرفت و نشست بن اونجا ارائه شد. آن زمان حتی خود رئیس جمهور پیشین حامد کرزی خبر نداشت، طوری که در این مورد نوشته شدن خودشان اظهارات داشتن، توسط تلفن از طرف از بن برشان گفته شد از طرف مقامات جرمن که شما من حیث رئیس اداره موقت برگزیده شده. آیا احتمال این وجود داره که ما یک بار دیگر این نشست داشته باشیم، در حالی که اینجا ما یک رئیس جمهور داریم، یک دولت داریم، یک حکومت داریم و خود آقای غنی اونجا خبر نباشه و برشان زنگ بیا این بار از ترکیه که بجای شما فلانی برگزیده شد؟ این چون این یک احتمال ضعیفه که شما اشاره دارین. فکر بشه تعدادی از افغان ها است که امید یک کار شاید صورت بگیرن با تأسف. وقتی ما ابتکار عمل نداشته باشیم شاید دیگرها برای ما تصمیم بگیرن و این جای تأسف خواهد بود. به این خاطر است که ما امید داریم که مجلس استانبول باید یک نتیجه که در بن رسیدن نباشه. اگر احیانا همچین چیزی باشه باید از دو موافقه طرف جمهوری اسلامی افغانستان، رهبری دولت اسلامی افغانستان و طالبا و شورای مصالحه، البته از این طرف هر دو ما یک میدانیم چه از یک نظام نمایندگی میکنن، بل این طرف و اون طرف باید است که یک توافق نظر قبلا. چرا این چونی یک فکر مثلا شما اشاره دارین با شماست و با بازی هاست که شما گرچه احتمال ضعیف میخوانین که آقای غنی اینجا باشه در حالی که امروز شورای جوانان را افتتاح کرد، روزهای قبل بند کمال خان را افتتاح کرد، نشست های باورها بر این از این روزا بر حمایت از جمهوریت ادام پیدا میکنه که هر ریاست جمهوری و اداری امور ابتکارش را به دست داره. به هر حالت اینجا مصروفیت های هر ریاست جمهوری اینچونین باشه و در نیمه اپریل یا احتمالا در ختم ماه اپریل تا حدود یک ماه دیگر یک تلفن بیای و با آقای غنی بگه که دیگه شما رئیس جمهور نیستن، فلانی رهبری اداره انتقالی یا موقت را بر دوش خواهد گرفت. آیا این چنین چشم سفیدی سیاسی از طرف جامعه جهانی که احتمالا این نشست را میانجیگری بر دوش سازمان ملل خواهد بود میتونه کرده در حق یک رئیس جمهور، در حق یک حکومت؟ امید ستون نباشه. اگر باشه جای تأسف خواهد بود. ما به خاطر یه حدث میزنیم که اشخاصی هست که کاندید هستند برای حکومت موقت و برزو کار میکنند و دید و دید های دارند. ما خود ما دجیان مستقیم با کشورها قرار نداریم، کشورهای زی داخل و نمیدن مل متحد به کدام نظر است، ولی این نشان میده که اینا ارتباطاتی که بعضی اشخاص دارند امی چیز در نظر دارند که شاید یک راه حل پیدا شد و یکی از اشخاص در رأس قرار بگیرند. ما از نظر اصول اگر گپ بزنیم رئیس جمهور بر حال داریم، قانون اساسی داریم، انتخابات صورت گرفته، خب انتخاباتی که مشکل زا بود این شک نیست، ولی برای یک دولت فکر میکنم این توهین است که دفتن یک فیصله و فشارهای بیرونی صورت بگیره که تمام از ارزش ها و تمام از این نظام را که اینجا الحمدلله استوار است ایران نادیده بگیرن. آقای مجددی، آیا چیزی که شما اشاره دارین، سوال اینجاست که چرا این احتمالی که شما میگین باید جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و کشورهای مهم منطقه‌ای همچنان در سازمان ناتو و اتحادیه اروپا در پس پرده به این نتیجه رسیده باشه که ما سرپرایز کنیم رئیس جمهور غنی را و یک تماس و یک حرکت بالاخره یک نشست انجام شد، طوری که صحبت ها شد که تغییر بخوره کل چیز 180 درجه. با سوال چرا، آیا حکومت در کل نظام فعلی پیش جامعه جهانی ناکام شده؟ آیا آقای غنی دیگر یک مهره قابل استفاده برای جهانیان نیست؟ آیا حکومت فعلی افغانستان ناکام ساخت خود را در قبال جهانیان و ایده هایی که وجود دارند، در حالی که عملا نشست قلبی آسیا جریان داره، اونجا کشورهای زیادی است که اشتراک کردن و همچنان سازمان های منطقه‌ای جهانی؟ با این چنین یک وضعیت آیا
خود دولت افغانستان فکر میکنین تمام زمینه ها را مساعد ساخته که اینچنین یک سرپرایز یا تعجب نهایتا از یک نشست برای اینجا ببینین تنها موضوع رئیس جمهور مطرح نیست، موضوع یک نظام مطرح است، یک نظامی که در 20 سال شکل گرفته، نظامی که 20 سال ارکان سراسیش موجود بوده عملا و تغییرات و تحولاتی آمده، پیشرفت های صورت گرفته، این همگی زید در خود توجه است. از طرف دیگه یک مخالف سرسخت نظام یا جمهوری اسلامی افغانستان با دولت در حالت جنگ است. در این حالت یک رای حل باید ایجاد شود، ولی رای حلی باشه که افغان خودشان تصمیم بگیرن. و احتمالی که من به شما گفتم احتمالی است که در ذهن بسیار افغان متاسفانه است و احتمال خوبی نیست. البته اگر ما بازم اصرار داریم که در مجلس مسکو، البته متاسفانه عکس العمل طالبان مثبت نبود، بسیار امید است که اونا تحت فشار قرار بگیرن در مجلس استانبول از خود تمکین کنن، تمکین نشان بدن برای صلح و زمینه ساز باشه مجلس استانبول برای مذاکرات بعدی بین الافغانی که امید است بسیار طولانی مدت نباشه، افغانا بین خود در دوحه دوباره دوام بتن با تضمینات بین المللی به نتیجه برسن که او حل افغانی گفته شوه، او یک چیز ایدئال و یک چیز خوب خواهد بود. برای شما قبلا در صحبت های خود تذکر دادین مسئله رهبری یک اداره انتقالی یا موقت و گفتین بعضی از شخصیت ها آمادگی میگیرن، کی ها هستن اینا؟ ما نمیخوام نام بگیرم، یقین دارم شما در جریان باشین. و چگونه است؟ یعنی شخصیت بیخی واضح است، آقای دورانی است، اما شای دورانی که در امارات عربی تشریف دارن و از ما هم دعوت کرده بودن که به امراشم برم ملاقات کنم. ما گفتیم شما اگر میخواین مسئله افغانستان سمبین لطفا افغانستان به این ما برکس ملاقات میکنم در اینجا، و بعضی شخصیت های بسیار کلانی کشور اونجا رفتن با اونا ملاقات کردن، ولی اونا تنها نیستن، دیگر هم هستن. این نام آقای دورانی بسیار وقت از زمزمه میشه و باورها بر این است که گویا آمادگی کامل گرفته، از شما دعوت کردن، گفته این است که از بیشترین احزاب و رهبران و نمایندگانشان نیز دعوت شده و بعضی ها پذیرفته و همچنان صحبت های هم صورت گرفته. معلومات شما در این مورد چی است؟ آیا واقعا سازمان ملل ایالات متحده آمریکا آقای دورانی را من حیث یک مهره برای رهبری اداره موقت یا عبوری یا انتقالی برگزید است؟ نمیدانم که ارتباطشان با بیرون چی است، ولی اونا خبزا به اطمینان کسایی رو دعوت کردن گفتن ما خواه آمدنی هستیم میایم، اگر شما میخواین به مفره می ببینین دیگر نمیدانم. یعنی خودش خیلی مطمئن میگه که ما آمدنی هستم، اگر شما میخواین که سهمی داشته باشین بیاین صحبت کنیم. بله بله بله، به صراحت میگن. به هر صورت ما به این نظر که هر کسی که اگر نظام تغییر میکنه، نظام به شکل اساسی نباید تغییر کنه. مادام قانون اساسی ما به یک اساس قرار داشته باشه، این نظام به شکل از اشکال به جای میمونه. و طالبان هم دلایل زیاد ندارن که به این نظام اعتراض کنن. نظر قانون اساسی اونا اعتراضشان ای است که قوانین اساسیشون در اینجا امریکا وجود داشت، قوانین امریکا بود، به خاطر به شما مشروعیت نداره، ولی به این معترف هستن که قانون قانون خوبی است و از تجدیدات شاید داشت بخواهیم. مادامی که قانون باشه، نظام به شکل اساسی باید تغییر نکنه و افغان ها به این نتیجه بین خود برسند که در آینده چه قسم میخواهند که اشتراک مشارکت قوا باشه بین طالبا و افغان هایی که طرفدار جمهوریت هستند و یک حکومت ممکن انتقالی یا برای دوره گذار به میان بیا که باز بعد از انتخابات صورت بگیره. بیشتر این مسئله مورد بحث است. آره، در استانبول یکی از مواردی که آقای مجددی حساب میشه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه است، شما عضویتش را دارین. گاهی بحثا در شورای مصالحه با خصوص در کمیته رهبری هم مطرح شده، اونجا دیدگاه ها چی از شخصیت هایی که عضویت دارن؟ در شورای عالی مصالحه چند مجلس صورت گرفته، نگاه به طرف قطر بوده، به طرف دوحه بوده، مذاکرات بین افغانی دوحه بوده، سر از او بیشتر ما تمرکز داشتیم. حتی یک دستور عملی یا یک راهنمایی با اونا هم یک اسناد تهیه شد با اونا، راهنمایی که چه قسم مذاکرات پیش ببرن، چه قسم بخیر کشور است،
همه نگاه به اونجا بود. دفتن مسئله مسکو و مسئله استانبول به میان آمد که ما به این خاطر می رو با جرات گفتم میتونم که ابتکار افغان ها نبودن، نه مجلس مسکو نه یعنی مجلس استانبول. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه نیز هیچ نشست در این پیوند نداشته است، بجز بحث روی طرح که آقای خلیزاد ارائه کردن. مجلس عاجل ما داشتیم سر زود بحث شد، نظریات تخاذاش بود، نظریات اکثر اعضای هیئت رهبری نظریات رو دوباره از او طرح ارائه کردن، بجز از او دیگر فرصتی یعنی همه لبیک گفتن به این طرح و گفتن که بخش از این طرح نشست مسکو و استانبول است، پس بسم الله پیش میریم. نه چنان، ولی زی که ما با دامی طرح در این مجالس مطرح شده رویش غور شده و نظریاتی داده شده که در این طرح چی تعدیلات باید به میان بیایم. وقتی که شما خود طرح نداشته باشین دیگر را بر شما طرح ارائه میکنن، وی جای تاسف است. چرا طرح نبود آقای مجددی؟ خب شورای عالی مصالحه از ایجادش مدت زیادی گذشت، 6 یا 7 ماه گذشت تا که بالاخره مجلس افتتاحیش در عرض صورت گرفت. وقتهای زیادی ضایع شد متاسفانه. دست عبدالله با سفرهای بیرونی زیاد مصروف بودن، اینا باید تمرکز میکنن سر شورای عالی مصالحه، باید اساسات ریخته میشد، اجنده ها درست میشد، سر طرح کار میشد. متاسفانه تا حال جز از 3 یا 4 یا 5 مجلسی که ما داشتیم پراگنده دیگه مجلس هم وجود نداشت. فهم میکنم که این مسئله هم ارگ ریاست جمهوری در افتتاح شورای عالی مصالحه که بسیار دیر زمان تیر شد تا افتتاح کردن، هم خود رهبری شورای عالی مصالحه بسیار در این مسئله از خود بسیار اطالت نشان دادن. متاسفانه وقتهای خوبی ضایع شد. بالاخره دنیا مجبور است یک متاسفانه تصمیم بگیرن در نظر خود. یعنی مجددی فکر میکنین دیگر شعار پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانا وجود ندارد؟ ما امید داریم که در مجلس استانبول تداوم مذاکرات بین افغانی دوحه، گرچه که ما بارم باشم قبلان باشم عرض کنیم که از ما اونجا نمانده در حیط مذاکرنده وجود نداره و اگر می بود بسیار کمی زمینه اعتماد بیشتر ایجاد می شد، ولی بازم ما از او حمایه می کنیم. زمینه سازی باشه مجلس استانبول که مذاکرات دوام کنه و تفاهم های در استانبول بین طرفین متخاصم به میان بیه و میانجیگری کشورهای بیرون که اونجا تشریف داشته باشن نمانده هاشان که بتانه مذاکرات دوحه را سرعت ببخشه و یک اعتماد بهتر بین افغان ها ایجاد شود. ما بین قبلا بارها ما این عرض کردیم از شروع که مذاکرات در دوحه شروع شد که یک گروپ سیومی میانجی ضرور است از خود افغان ها موجود باشد که میانجیگری کنه تا دو طرف به هم نزدیک بسازن. این کار نشد متاسفانه. عالی طبعا خارجی ها در میانجگری خواد کردند. آخرین سوال جناب مجددی سب در این مورد، باورها بر این است که شما هم شاید موافق باشین با این مسئله، برحال دیدگاه شما را میخواییم داشته باشیم که یک درز و انشعاب خیلی قوی یک بار دیگر در پیوند به پروسه صلح افغانستان وجود دارد. گفتن این است که آقای عبدالله با طرح آقای خلیلزاد خیلی موافق است، ولی آقای غنی با این موج اصلاً همسان و همسون نمیخواه برد، در حالی که در صحبتهای خود میگه که ما اشتراک خواهیم کرد ولی مشخص نیست کیها در هیئت ارگ ریاست جمهوری خواهند بود. این انشعابی که وجود داره و بالاخره یک انشعاب مثبت تلقی نمیشه، چه فکر میکنین در کل بالای تصمیم نهایی یک مصالحه و یک توافق سیاسی چگونه تاثیر خواهد گذاشت؟ بله، ما وحدت نظر شورای مصالحه و ارگ بارا سرش تاکید کردیم، یک چیز بسیار اساسی بود که باید ایجاد میشد. از این معلوم میشه که البته یک مقدار تفاوت نظرها وجود داره و این به خیر نیست. نه تنها این دو مرجعی که نمایندگی میکنن از کشور، در مسئله سوال دیگه سیاسی ما هم باید هم نظر باشن و یک نظر واحد در بین شورای مصالحه و ارگ اگر موجود باشه و غیر سیاسیون کشور همه حمایت کنند، پس ما با یک آواز و یک صدا در مذاکرات با طالبان مینشینیم و امید از اینکه یک نتیجه که به خیر کشور باشه به میان بیه زیادتر میشه. متاسفانه فعلا اون فضا وجود نداره، طوری که ما آرزوش داریم و مردم افغانستان که از جنگ بسیار بسیر آمدن آرزو دارن، و فضا فعلا متاسفانه وجود نداره به اون شکل. یک پیش بینی هم شما در اخیر میخوایم داشته باشیم، چه فکر میکنین جریان های سیاسی به شمول خود جناب شما و همچنان مقامات حکومت قبلی
شورای عالی مصالحه، البته رهبریشان رهبری این شورا آقای عبدالله، و همچنان جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای مهم به یک سو است. و آقای غنی واقعا تنها مانده با زمزمه طرحی که هنوز هیچ کس ندیده و بسیار کم جزئیات رسیده، در حالی که نشست ترکیه خیلی نزدیک است. در اخیری روز با در نظر داشت این مسئله که واقعا آقای غنی تنها مانده، و دوم هم مورد پیوند شده این که برنده نهایی کی خواهد بود؟ نه، من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که آقای غنی موقف را که دارد از اشرف غنی به ارتباط مسئله ساده می گیرن، بعضی موقفشان موقف اصولی هست. اونها میخوان که ابتکار به استعوان ها باشه بیشتر، یک اپی معقول است، ما می تایید میکنیم. میخوان که دموکراسی ما که است، یعنی قانون اساسی ما که است، ملاک معیار قرار داده شده، این ما حمایه میکنیم. میخوان که قدرت از طریق انتخابات انتقال بیفته، کلش در موازات با قانون اساسی ما قرار داره. از این ما همگی اکثر سیاسیون این موضوع را مواجه میدانیم. آقای مجددی به عرض معذرت، شما دو مسئله را یاد کردین. یکی این که موقف آقای غنی درست است و قبل از این اشاره داشتین به مسائلی که جامعه جهانی داره نقشه میکنه میکشه با سرنوشت افغانستان به رهبری ایالات متحده آمریکا. در کل چی فکر میکنین اگر واقعیت را پیش روی خود بانیم و در نظر بگیریم، در نهایت کدام نقشه برنده است؟ نقشه که در کابل کشیده میشه و ارگ ریاست جمهوری زمزمه میکنه، یا نقشه که با همه شریک ساخته شده و باورها این است که نشست مسکو قدم اول بود، نشست مهمتر از آن نشست ترکیه خواهد بود و همچنان تا نتیجه نهایی؟ طبعا فکر میشه که دنیا چون در مسائل ما بسیار رول دارن و همین ابتکارات اونا برآن داختن، نماینده های دولت در مسکو هم اشتراک کردن، در استانبول هم اشتراک میکنن. من فکر میکنم چیزی که کشورهای جهان بخواین در اونجا میتونن تطبیق بکنن با کمال تاسف، و ای از عدم موجودیت ابتکار خود ما افغان هاست. اگر این چنین شوا که شما گفتین آقای مجددی، آیا آقای غنی یک تصمیمی که جامعه جهانی، شورای امنیت، سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، متحدین و شرکای دولت فعلی افغانستان و همه سیاسیون داخلی در افغانستان بگیرن به شمول طالبان، فکر میکنین که آقای غنی تسلیم خواهد شد؟ من فکر میکنم که هر شخصیت افغان برای صلح هر قربانی که لازم باشه باید بده، با استثناء از این که ما قانون اساسی خود نادیده می‌گیریم. ما فکر نمی‌کنم که بدیل از این قانون اساسی را طالبان از خود داشته باشند و یا در مرجع دیگه وجود داشته باشه. با حفظ از این قانون اساسی یا با پذیرفتن تعدیلات دیش، البته هر فیصله که شود، من فکر می‌کنم که صلح سبب صلح شود، باید ما او تمکین کنیم تا صلح هم محقق شود در افغانستان. یعنی آقای غنی باید تن بدهد به هر تصمیمی که جهانان میگیرد در قبال افغانستان؟ خب اگر این صاحب صلح میشه و تضمینات برای صلح موجود باشه که ترتیب نشه، که حتی شما ببینین در فیصله بن بعد از اون چی شد، کشورهای همسایه دخالت بسیار شدید کردن که روز گپ بجای رسیده که طالبا بیاندازن مطرح شدن. این به واسطه حمایت کشورهای همسایه شد، البته کشورهای دورتر هم دیگه دست داشتن. تضمینات باشه که استان سال پایدار باشه و تحارت ها نباشه، باز سال باید تمکین شد به نظرم، چاره نیست. سپاسگزار استم آقای مجددی، رهبر حزب شورای نجات افغانستان، البته جبهه نجات افغانستان، و همچنان عضو رهبری کمیته رهبری شورای عالی مصالحه افغانستان. سپاسگزار از شما لیدون کلو تاسی هم تردید و مننه کم دوائی منی مایی که به تم شو وحید الله سباون صاحب سره شدید افغانستان ده اسلامی متحد گند مشری پر غاره لری دوی چه فکر کبی پده پروسه که او دوی نظریات با هم تاسو سره شریک کرد راست روزه. بیا هم کرا غلاس ده ترکیه ناسته یو غټ فرصت بلل کیږي. وخت کم پاتې دی، د ډیرو په باور که چیرې امریکایان ووځي نو هغې ته یو نیټه مشخصه کړي. طالبان ډېر بې صبره ښکاري، دوی وایي
که امریکایان د می په پیلېدو نووځي دا به د توافق نامې نقص وي حتی خبرداری ورکوي چې په بهرنیو ځواکونو بیرته خپل بریدونه پیلوي په همدې حالت کې په کور دننه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله نظریات ویشلې او پاشلې دي خو هغه فرصتونه چې موجود دي په دې هکله هم ډېر د ارګ ماڼۍ تورنوي چې ډېره ډډه یې سولې ته نه لګېږي په داسې حال کې چې ولسمشر غني تل ویلي دي چې سوله ورته ارجحیت لري دا یې یو عنوان کاروي باعزت او دایمي سوله او وایي چې هر یو بل حالات په دې معنا دی چې افغانستان بحران ته بیا یې انتخاباتو طرحه نوې وړاندې کوي حتی زمزمې دا کېږي چې له وخت مخکې انتخابات ترسره شي ځینې نورې څیرې په دې صحنه کې شته چې چیرې ناستې دي او دې ته لکه څرنګه چې مجدي صاحب په تېر بحث کې ورته اشاره درلوده لکه احمدشاه دوراني چې د یو موقت یا انتقالي حکومت مشري پر غاړه ولري حتی مجدي صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې احمدشاه مجددي له دوی او نورو سره تماس نیولی چې زه خو راتلونکی یم خوښ ستاسې راځئ چې د انتقالي حکومت د جوړېدو وروسته په هغو مسایلو وغږي چې تاسو سره کولی شو مخکې ویسو البته دوه کاله شاوخوا موده کېږي احمد شاه دوراني له دغسې یو جوړښت سره تړلی دی بل لور ته د استانبول ناستی او فرصت دی که یو ځل بیا هغه تکرار چې بې نتیجې به له کوم توافق او پرمختګ پرته پای ته ورسېږي لکه انتقاد چې د مسکو په وروستۍ ناستې ده چې لس ورځې مخکې یعنی د مارچ په اتلسمه وشوه په دې تمکیږي راسره دا شیبه د افغانستان د متحد اسلامي ګوند رئیس وحیدالله سباون دی سباون صاحب ډېر ښه راغلاست ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه منلې پوښتنه له همدې ځایه پیلوم چې تاسې د ترکیې ناسته په کومه سترګه ګورئ یو فرصت که د تیرو ناستو تکرار بسم الله الرحمن الرحیم عباسین صاحب بله صاحب سباون صاحب خپل یم عباسین صاحب تاسې ته او ستاسې ملګرو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم علیکم السلام مننه چې ما تاسو سره په خبرو یي تاسو سره مننه د سوله چون جنګ بین المللي و نو سوله هم بین المللي وه او جنګنۍ وه او د ټولې دنیا پکې منافع وې او د هغوی پکې جنګي ارزښتونه وو مادي ارزښتونه وو او داسې یوازې قومي او وطني او افغاني او د زمونږ اسلامي او فکري جنګ نه و افغاني جنګ نه و نو په دې وجه دا سوله هم جنګنۍ شوه خو بالاخره تر اوسه پورې کوم قدمونه چې امریکا په دې دوه نیمو کالو کې واخیسته نو دا حسابي وو او هغوی دا اعلان کړه چې زه سوله غواړم او ډېر خلکو دا ویل چې دا هسې خبرې دي او طالبانو او د بل چا د نورو د ګاونډیانو غولول دي ما به همیشه په خپلو مصاحبو کې تر ننه پورې چې دا اوس یم وایم نو دغه ما ویل چې مکه دا طالبان او امریکا سولې ته ورسېږي چې دیو مین کې سوله وشوله روغه وشوه نو بیا زمونږ او د طالبانو په منځ کې به امریکا مینجي شي ځکه طالبان به هم دوستان شي او بیا به موږ هم د حکومت هم ستراتیژیک تړونونه او د همکارانې او د زړې دوستانې او د شلکه روابط او تعلقات او یا شاو عبارته او داسې نور کومکونه نو دا د حکومت سره داسې نه کوي امریکا دا سیند ته ورته او دغسې طالبان به هم داسې نه کوي چې بیا بیخي د حکومت کې چا کار کړی دی د نجیب د وخته وخت په شان ته هغې ته دغه ورکړي دا هېڅ څه کې نه حسابوي اګر چې نجیب هم یو هوښیارتیا وکړه په اخر کې وکړه چې زه استعفا کوم خو ملل متحد او دنیا د دې پنځه لکه خلقیان هم وکړي نو هغې یو هوښیارتیا وکړه او سر ادرس صاحب د جلا وطن حکومت مشر و هغه اعلان وکړ چې هغه څوک چې جنګ نه کوي او هغه مجاهدین صاحب دی کېږي نو هفې عامه ده نو اوس هم دغسې شی نه دی چې یو طرف ته دا کمونستان دي یو خواته مجاهدین دي دواړو خواو ته اکثریت مجاهدین هلته هم دي اکثریت مجاهدین طالبان هم دي او دغه مین کې یو بدبخت جنګ راغی مخکې چې هغه دوره وه چې جهاد دی امریکا سره سوله وشوه بیا دوه تړون ښه شان لاسلیک شو هغې نه وروسته کابل ته وافق هم وشو د هغې نه وروسته بندیان خلاص شو د هغې نه وروسته مذاکرات پیل شو هغه مذاکراتو کې بیا
زنده او د نن او سبا نه وروسته ښه هغه عمل ترتیب شو بیا په زنده باندې بسونه وشو بیا یا خوشبختانه او یا هڅه خو بدون راغی په امریکا کې نوی حکومت راغی او دغه تغییر چې راغی نو دغه کې نه تعلیم ملامت او نه زما حکومت طرف ملامت او خو دلته یو ملامت چې و نو هغه جنګ و چې دا جنګ چا کوو د دې ثبوت نشته چې دا تعلیم تاوتریخوالی زیات کوو او که دا د حکومت خوا نه و او که نور لاسونه چې دلته یې د افغانستان یو باغ دی دیوان نه لري او د چا لاس چې وکړي ډېر وړاندې دي د چا لاس چې لنګ دي او ځکه وړاندې دي نو دغسې چې دا جنګونه د سولې مخالفین چې هر څوک وو دا جنګ یې توپ کړو نو په دې کې داسې دنیا بېرته په دې کې جوړ چې دا بالاخره دا سولې پروګرام خراب نه شي نو په دې کې مسکو یو پیشنهاد وکړو چې که دلته یوه غونډه وشي زما نگراني ده د جنګ نه تاوتریخوالي نه امریکي موافقه وکړه نو هغه په دغه کې دي په مسکو کې تر امریکا په نوم باندې هغوی یو غونډه اعلان کړه چې د پاکستان او چین او امریکې او د روسیې ترمنځ هغوی خپله توافقنامه او ابلاغیه او اعلامیه صادره کړه هغه م په نپه وه هغه دا وه چې دواړو خواو ته یې وویل چې تاسو دغه وکړئ خپل مشکلات او خپل جنجالونه کم کوي او سولې ته امده شي دویم دا چې هغه څه چې ملت مني هغه ومني او هغه د دوهې او هغه د قطر کوششونه موږ د هغې تایید کوو او موږ د استنبول چې راتلونکې غونډه ده د هغې د په تایید کې هم یو او بلکې برخه هم پکې اخلو نو اوس دغه کوم یعنی تاسو تیر بهیر سباون صاحب تاسو تیر بهیر ډیر ښه تشریح کړ له خپلې لوري اوس دغه نکتې ته چې راورسېد له دې ځای به پیل کړو ستاسو ته مې څه دي د ترکیې له راتلونکي ناستې؟ دې کې یو دوه ټکي نور هم ویم چې د مسکو د غونډې نه وروسته څونه جرګمار امریکا ده او جرګه د جرګې واک د امریکې په لاس کې دی او منافع د امریکې په سوله کې چې وایي نو دا سوله موږ ورته امیدوار یو چې دا کار به وشي اوس چې دا کار سپارلی ملل متحد ته او ترکیه ته هغوی ترکیه ته مې اطمینان ورکړی دی د خپله د اطمینان دپاره یې خپل استازی خلیلزاد صاحب هم عاجل دی کړی دی چې موږ وویل چې د می پورې به سخت دی چې موږ وځو طالبان وویل چې که څوک نه وځي نو داسې یو غټ ملک دوهې تړون به بېرته مات کړي نو دغه خلافورزي به زموږ په غاړه نه وي نو موږ مجبوره یو چې بیا دغه وکړو دا خپله آمادګي چې کومه د جنګ وه نو هغه به وي او موږ اوسه پورې په سوله کې په اوربند کې صادقانه پاتې شوي په دې کې ځینې اروپایي او ځینې ناټو خلکو ویلي چې طالبانو خلافورزي کړې ده او جنګونه او تاوتریخوالی زیات کړی دی طالبان وویل چې په منګه باندې زیاتی شوی امریکا بمبارونه کړي دي نو داسې خبرې وشوې نو په دې کې بیا امریکا وویل چې موږ به طالبانو دپاره هم یو ابرو حیثیت د امریکا دپاره هم یو حیثیت لوجستیکي مدت چې موږ په دې څو ورځو کې نور ضرورت لرو میاشت ته ضرورت لرو څه ته ضرورت لرو چې دغه د می تاریخ طالبان په خوښه او دنیا یې په خوښه من زه ومني د طالبانو شاته چې کوم دوستان دي هغه یې هم من سدې کوشش وکړي چې د طالبانو دپاره هم ابرو شي او موږ دپاره هم زمینه د کار مساعده شي نو یا دوه میاشتې یا درې میاشتې دا به په استنبول کې استنبوله پورې چې دا ورځې پاتې دي نو په دې کې د امریکا کوشش کوي چې اوس خپله خبره مشخص کړي نو دلته حکومت ته هم ویل چې وروره ته به په کې برخه اخلي او دغه سولې نتیجه راوباسم رهبرانو ته مې وویل چې زموږ دا نظر دی دغه د خلیلزاد صاحب خپل تماسونه ټولو څه ساتي د استنبول او د ترکیې چې کوم محترم سفیر دی په کابل کې هغه هم د دې مختلفو مشرانو چې څوک رهبران دي سیاسي لیدران دي دوی غواړي چې هلته برخه واخلي د ټولو سره یې ملاقاتونه کړي دي نو هلته ښاغلی اردوغان رئیس جمهور هم امریکې مطمئن کړی دی چې موږ دغه سوله چې دلته کوو نو ته د افغانانو د ټولو طالبانو او
د دې دوه خو دوستي او په دغه کې من لا دا ویو چې ته خپل قواوی دې کچې مسلمان مې او دا د ټولو طالبان او د حکومت خلکو ته یو ملي دوستي نو زمونږه دې په تر دکې کمه منګه خالي کو هغه په ځای باندې بته تاګه سي د سیمې وایي چې المان ته وایي چې تاسو مونږ دوستي او د طالبانو او د غیر طالبانو د حکومت ته ټول المان ته وایي چې تاسو دوستي دا خالي کا تم تک کا ښه ډیر مسائل دي سباون صاحب زه به کنه غواړم تاسو خبرې پرې کوم په دې ځای کې کڅام ساس ټول خبرې دا ورې دوه دی او زباوریم چې لیدونکو تبا هم په زړه پوری خو راځو ځینې مهم مسائل دي چې لاند په باسو کوزه کا وخت محدود لرو د استانبول ناست تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه چې درې میاشتنۍ اور بند احتمالا لدینا سره وځي د زلمی خلیزاد د نقشې لمخې د یو نوې حکومت څنګهواله را برسېره شي دا چې په پارلمان کې د طالبان شامل وي دا چې څه ډول شوراګانې ایجاد شي او دولتي جوړښت او د افغانستان برخلیک کوم لور ته رهبري شي هغه خاکه یا مسوده چې چمتو شوې ده البته د طرحې په توګه فکر کوي چې د اوربند مسله به د استانبول ناستې راووځي طالبان به همدا ومني هلته به نور ګډونوال همدا ومني او ملګري ملتونه به د دې مسلې تضمین کوونکي او منځګړي په توګه هلته دا مسایل نهایي کړي یعنی دا به یو څه ډول اقدام وي دا به ډېر مفید دي او په ګټه به وي او په اکثریت چې کوم د چا په نمایندګۍ باندې څوک ځي نو هغه په نمایندګۍ ځي په مسکو کې ډېر خلک تللي وو د چا نمایندګان نه وو دلته باید د هر چا سره مصلحت وشي چې ستاسو ته چې ځې ورور ته به د پلانینو په نمایندګۍ ځي ته چې ځې ته به د هغه حزبونو په نمایندګۍ ځي نو هلته به د هغه فیصله بیا هغه حزبونو ته د تایید کړي نو داسې دا خلک امریکا د دې نه بیرون نه پرېږدي لکه بوند غوندې حزب اسلامي او طالبان یې بیرون پرېښوده هغه طالبان چې په جنګ کې نه وو امریکای سره په خوانه دوستان او پاکستان سره دوستان هغه له باید بل خبر کړی وي د حزب اسلامي را حکمت سره و نور مشران ته به بل خبر کړی وي په مذاکراتو کې نو دا کم چې شل کاله جنگ وشو شل کاله یعنی باور لري چې دا درې میاشتنه اوربند به د ترکیه پر اتلونکي ناسته کې نهایي شي اعلان بشي زه دا وایم چې اول هوکړه ده اول چې کومه طرحه ده په یو سیاسي هوکړه باندې به هوکړه کیږي اوربند په خپله کیږي سیاسي وکړه به وشي څه به وشي په استانبول ناسته کې ستاسو په نظر یعنی هغه تمه چې تاسو لرئ او ارزونه چې لرئ امیدواري ده چې دا استانبول د ناستې نه به یو مثبته نتیجه لاسته راوځي دا مثبته نتیجه به څه وي ځکه مثبته نتیجه ښایي ټولو ته یو تعریف ولري دا چې شریک حکومت به وي د دواړو مستقیم په کې نه وي او یا به رئیس جمهور نه وي یا به د معاونینو په شمول نه وي یا به وزیرانو د والیانو پورې نه وي نو هغه به د دواړو خواو ته وپوکي هم به د طالبانو ته وپوکي هم به د حکومت طرف نه چې څوک ځي رهبران سیاسي او د حکومت نمایندګان د دې په توافق باندې به اوس دومره خبره لرې نه ده چې څوک دا توافق اوس نه مني ځکه چې اوس دنیا دا غواړي امریکایم غواړي ملل متحد د دې مشر دی یعنی ستاسو د مجددي صاحب نظر په دې مورد کې یو شان دی سبون صاحب هغه هم ویلي چې جهانیانو اراده دا ده چې یو جوړ جاړی وشي دوی به په خپل سر لاړ شي ډېر د غنی ولسمشر غنی لیدلوری او د ولسمشرۍ ماڼۍ په ټوله کې د افغانستان دولت په تقابل ډېر ورته مهم نه دی که تصمیم دلته را نیول کیږي د مشارکتي حکومت یا مغه ډول چې د خلیزات په طرحه کې دي د سول انتقالي حکومت په لومړي ګام کې څه فکر کوي چې دلته د ولسمشر غنی دا څرګندونه چې لنډه ورته اشاره وکوي چې انتخاباتونه پرته قط ناظریږي چې واک تسلیم کی وایي چې د افغانستان اساسي قانون محور او نقشه ده وایي چې دلته یو نظام موجود دی او هر څوک چې هره طرحه او نقشه جوړه کړي او عملي کول یې غواړي او نظام یې مخې تبدیل کړي دا بې معنا خبرې دی او دا وایي هیڅ کله به عملي نشي
دغه ډول څرګندونې او دریځونه د ولسمشر غنی لخوا څومره کیدی شي د هغه موج پر وړاندې تاثیر ګذار اوسي او تغییر ورکړی شي چې ملګري ملتونه پکې ښکېل دي؟ امریکا، روسیا، چین، ایران، پاکستان د افغانستان مهم سیاسي څیرې، لوبغاړي او د نظام پیژندل شوي افراد او خو بیا طالبان. زه ډاکټر سي اشرف غنی دا حق ورکوم او خپل خبرې کوي، خپل چغې دی وایي او خپل حق دی غواړي. د امریکا او د ډاکټر سي اشرف غنی جنګ چې دی دا د مور او د زوی دی او هغې دا نه خفه کوي خو دا به ترلاسه کوي او ده ته به قناعت ورکوي او دی د خپلو د چا په نمایندګۍ چې خبرې کوي او چې زه تون لخ یم او زه تون له ماته یم او زه امریکې ته نږدې یم او ما ډېر کار کړی. دا به وایي هغه پورې چې کومه ورځ باندې فیصله کېږي د فیصلې پورې به دا یو زګه خبره کوي او کېدای شي طالبان طرف نه څوک سخته خبره کوي خو فیصله د اکثریت په لاس کې ده چې فیصله وشوه او دنیا اکثریت په لاس کې امریکا او ملل متحد او د افغانانو اکثریت چې څه فیصله وکړه هغه ډاکټر سي اشرف غنی مني او دا به نو څه ډول یو حالت وي؟ یعنې تاسې مثبت ګورئ که منفي؟ مثلا ستاسې رئیس جمهور دلته ناست دی، دلته انتخابات وشول، ستونزې یې درلودې، ویل کېږي یو میلیون یا یو نیم میلیون کسانو د درغلیو پاکو ناپاکو رایو بیلیدو وروسته د څه د پاسه 900,000 رایو په پایله کې ولسمشر غنی واک ته ورسېد. هغه هم داسې یو څه وشو چې بیرته یې اصلي سیال ډاکټر عبدالله ورسره شریک شو، سپیدار ماڼۍ بیرته ونیوله او د مصالحې عالي شورا یې جوړه کړه. اوس که چیرې راځو هلته په یو بل هیواد کې یو تصمیم نیول کېږي چې نور ولسمشر غنی نشته، ولسمشر نشته، یو دولت چلنج کوي، ستاسې په نظر دغه اقدام به څنګه وي؟ دا مې اخري پوښتنه، لنډ ځواب راکړئ. که ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو د مصالحې شورا رهبرانو ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وویل چې ته زموږ د سولې رئیس جمهور یې، دا سوله په دا درې کاله کې پنځه کاله کې هم ته تطبیق کړه، زمونږ دې سره دغه نه مونږ وویل چې مونږ د سولې حکومت غواړو، دغه طرح قدم په قدم باندې تطبیق غواړو او د ملت یوه دقیقه سم وکړه. ډاکټر صاحب اشرف غنی هغوی ونه منو، هغوی اوسه پورې وویل چې هبت الله ومني، دا وایي اشرف غنی ومني، چې دا نه دا مني نه هغه مني، خو حتما به درېم مني. ښه، درېم په هکله ویل کېږي، په دې هکله ډېر لنډ راته ووایي چې احمد شاه دراني په نامه یو کس دی، د افغانستان سیاسي بیکګراوند او مخینه ډېره نه لري. په دغسې یو حالت کې چې هلته د ډراماټیکو خبرونو خبرې کېږي او ډېر غټ توقعات دي د ترکیې له راتلونکي ناستې، آیا دراني سره تاسو کتلي، تاسو څومره باور لرئ چې دا شخص آماده شوی دی په دې باندې امریکا او نړیوالو هم هوکړه کړې؟ ډېر لنډ. دی زه پېژنم دراني دی، د کندهار دی، مجاهد و، تجار دی، یو ملي تجار دی. تاسو خپله ورسره شخصاً خبرې کړې دي؟ مجددي صاحب ویلې دوی هم غوښتي خو دوی ورنغله، ولې نورو ټولو سره هغه هلته اماراتو کې مصارف او ټول ګالل کېږي او هغه ورسره ګوري، ورته وایي چې راځئ موږ سره په کومه برخه کې ملاتړ یاست؟ یا تا هغه وویلې، ښاغلي مجددي وویلې چې ورته د دوی له خوا ویل کېږي چې زه خاصې هم راتلونکی یم، ستاسو خوښه چې تاسو سره لږ وغږېږم چې تاسو چیرته په درد خورئ یا مثلا څه کارونه باید تاسو راسره وکړئ؟ ډېر لنډ، دېرش ثانیو کې. زه ما ته ویل شوي دي چې پلانې وینه، ما زه سوله غواړم او چې دی رئیس جمهور شي که سوله کې ما ته ضرورت و زه اوس همکاري کوم، دی وزارت ته تم یم او دی معاونیت ته تم یم. ډېره زیاته مننه کوو. کور مودان د افغانستان د متحده اسلامي ګوند رئیس وحیدالله صباون چې راسره په دې بحث کې لیدونکو له تاسې هم مننه. دا سولې پروګرام هم رانغاړو، تر بیا.